بازگشت موتورولا به جمع پرچمدارا با موتورولا اج پلاس سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری ام و ما امروز میخوام تجربیات یک هفته ایم از کار کردن با موتورولا اچ پلاس پرچم جدید موتورولا رو با شما به اشتراک بذارم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو همین الان ویدیو رو لایک کنید خوشحالم میکنید اگر کانال رو سابسکرایب بکنید زنگوله بغلش بزنید اولین بخشی که همیشه میریم سراغش بخش طراحی اما قبلش میگم تو حین این ویدیو قرار این گوشی رو که تو بازه قیمتی 20 تا 21 میلیون تومنه با رقیب اصلی خودش یعنی S20 پلاس سامسونگ هم مقایسه بکنم توی تمام بخشها پس اگر قصد خرید گوشی پرچمدار 20 21 2 میلیون تومانی رو دارید پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها ببینید شاید بگی کی دیگه الان یه پرچم داره 20 میلیون تومانی بخری؟ کی می‌تونه 20 چرا باید 20 میلیون تومان پول گوشی بدیم ولی خب من کارم اینه که بررسی بکنم و اگر شما دوست داشتید بخریم اولین بخشی که میریم سراغش بخش طراحیه جایی که این گوشی رو خاص میکنه به خاطر اج پلاس بودنش پشت گوشی سه تا دوربین زیر همدیگه قرار گرفتن دوربین اصلی اون بالا از همش بزرگتره دو تا فلش به همراه دو تا سنسور هم بغل این لاین دوربیناست یه دونه میکروفون هم بالای دوربیناست لوگو موتورولا وسط قاب پشتیه این رنگی که اینجاست رنگ تاندر اگر اشتباه میشه توسی گردبادی طوفانی، یه چیز تو این مایه ها. جای اثر خیلی روش میمونه رنگی که من میبینم آبیه حالا توسی تندبادی و دیگه من نمیدونم چیه زیر گوشی درگاه تایپ سی خشاب سیمکارت و اسپیکر و میکروفون لبه سمت راست گوشی دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا خیلی نازک دیده میشه بالای گوشی جک هدفون که اتفاق خوبیه توی پرچم داره. لبه سمت چپ گوشی هم کویر و خبری از چیز خاصی نیست نکته که وجود داره تو بخش طراحینه که قاب پشتی از جنس شیشه است بدنه و فریم دوری از جنس آلومینیومه که به خاطر اج بودن این گوشی به شدت توی هاشی های کناری نازک شده توی پنل جلویی نمایشگر سوپر اج دیده میشه اج پلاس دیگه انقدر اجه حد نداره دیگه اج دیگه دوربین سلفی توی پانچول بالا سمت چپ اسپیکر مکالمه همون بالا دیده میشه که مجموعا 95 درصد از پنل جلویی و بدنه رو 95 درصد حتی بیشتر از 95 درصد و صفه نمایش به خودش اختصاص داده که میتونه جذاب باشه مجموعا در مورد طراحی این گوشی میتونم بگم که این گوشی واقعا خوش دسته به خاطر اینکه هم باریکه هم نسبت تصویرش خیلی زیاده هم واقعا حس کار کردن باش جذاب متریال خوبی داره اما نکته ای که وجود داره به خاطر این اج پلاس بودنش احساس امنیت خیلی توش پایینه و نکته ای دیگه اینه که قاب ژله‌ای هم که باید روش بندازید اصلا از بغل معلومه خیلی این کم این بغل رو کم پوشش میده و به خاطر امنیت شاید به مشکل بخورید امنیت که میگم منظور, منظور این پشه چی میگه منظور اینه که احتمال داره از دستتون بیفته و احتمال شکستن نمایشگرش خیلی زیاده و چون نمایشگرا هم نمیری نمیری مرد و چون نمایشگرش هم گرونه احتمالا ایمنی بالایی نداره این گوشی وزن زیادی هم داره بیشتر از 200 گرم که بازم میتونه نقطه منفی باشه اما از نظر کیفیت ساخت و خوش میتونم بگم که از بهترین گوشی های بازاره بخش بعدی که میریم سراغش بخش صفحه نمایشه جایی که نمایشگر 6 و اینچی اولد توی این گوشی قرار گرفته که تمام ویژگی های گوشی های پرچمدار رو داره HDR10 رو پشتیبانی میکنه صفحه نمایش 90 هرتزیه 120 هرسی نیست و رزولوشن 1080 در 2340 داره که باعث میشه نگاه کردن به این نمایشگر و کیفیتش واقعا خوب باشه اما اون اج پلاس بودنه چند تا ویژگی خوب داره چند تا ویژگی بد ویژگی خوبش اینه که همه گوشی نمایشگره و حس خیلی خوبی از دیدنش به آدم دست میده ویژگی بدش اینه که احتمال داره موقعی که دارین با گوشی کار میکنید دستتون بخوره و یه اتفاقی توش بیفته که نمیخواید مثلا تو اینستاگرام یه پستی رو یه دستتون بخوره لایک بکنید یا مثلا میخواید استوری ها رو رد بکنید برای اینکه بزنید استوری بعدی دستتون گیر بکنه بره استوری قبلی از این اتفاقات که این اج پلاس بودنه باعثش میشه اما نکته ای که وجود داره اینه که موتورولا توی تنظیمات این گوشی یه قابلیتی رو گذاشته که میتونید خاموش بکنید اجش رو توی اپلیکیشن های مختلف اجش خاموش میشه و دیگه دستتون به این بغلاش گیر نمیکنه مجموعا نمایشگر این گوشی و اگر بخوام با نمایشگر سامسونگ گلکسی اس 20 پلاس مقایسه بکنم میتونم بگم که از نظر کیفیت تقریبا خیلی نزدیک به هم و شبیه به همن اما سرعت 120 هرتزی است 20 پلاس و تخت بودنش یه دنیای دیگه است که باید برآورد بکنید ببینید که اون تخته خوبه یا این اج پلاسه اما از نظر کیفیت میتونم بگم که جفتشون هم واقعا نمایشگرای خوبی دارن یه ایراد دیگه ای که توی نمایشگر اج پلاس من باش برخوردم اینه که وقتی از زاویه مستقیم به این اجه نگاه میکنید این اجاش از روبرو تیر است و این تیرگی خیلی تیر است و بعضا که نه خیلی از موقع اذیت میکنه ولی اگر نمایشگر رو بچرخونی یعنی گوشی رو بچرخونی از بغل ببینید اون تیرگی رفت میشه تو ویو روبرو رو یه تیرگی روی این اجاش هست که اذیت کننده است. بخش بعدی که میریم سراغش باتریه. جایی که یه باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت تو این گوشی هست. 500 میلی آمپر ساعت بیشتر از S20 پلاس. همین قضیه باعث میشه که یه روز و نصف بتونید باهاش کارهای سنگین بکنید و شارژدهی خوبی ازش بگیرید. تقریبا با یه ساعت بازی کردن اونم پابجی 20 درصد از شارژش کم شد که میتونه قابل قبول باشه. مجموعا در مورد شارژدهیش میتونم بگم که عملکردش خوبه. اما این گوشی آداپتور 18 وات فست شارژ داره که فول شارژ شدنش خیلی طول میکشه شاید نزدیک دو ساعت که این یه ویژگی منفیه 18 وات برای باتری 5000 میلی آمپر ساعتی میتونه اذیت کننده باشه که خب از اون ور شارژدهیش خوبه مثلا رقیبش S20 پلاس 25 وات فست شارژ که خب شارژ شدنش یک ساعت یک ساعت و ده دقیقه طول میکشه اما این تا دو ساعت طول میکشه که فول شارژ بشه این داستان میتونه آها راستی اینو که اینجوری کنی فلشش هم روشن میشه این داستان میتونه اذیت کننده باشه اما خب باید باش ساخت این گوشی قابلیت وایرلس شارژ 15 وات هم داره قابلیت ریورس شارژ 5 وات هم داره یعنی باش میتونید اکسسری های دیگه یا گوشه های دیگه رو 5 وات شارژ بکنید بخش بعدی که میریم سراغش بخش امنیته جایی که یه حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر این زیر نمایشگر این گوشی هست که سرعتش خوبه خیلی خوب نیست به S20 پلاس به نظرم نمیرسه اما خیلی هم اختلاف نداره امنیتش هم که حسگر اثر انگشت اپتیکال قبلا یه ویدیو در موردش کامل ساختم نکته خوبش اینه که موقعی که دستتون رو میگیرید روش تا موقعی که بخواد باز بشه یه ویبره زیر دستتون میاره این باعث میشه که زودتر از اون ویبره دستتون رو از حسگر بر ندارید و خیلی معطل و منتظرش نمونید حس خوبیه این اتفاق رو تو پوکو اف تو پرو هم دیده بودیم که به نظرم اگر گوشی ها بیان یه ویبره اینجوری روی همه حسگرا رو بذارن که موقعی که باز میشه ویبره بخوره که خیالت راحت بشه اتفاق خوبیه این گوشی سیستم تشخیص چهره نداره که خب اون دوربین سلفی اونجاست چی میشه که داشته باشه شاید تو آپدیت های نرم افزاری بهش اضافه بشه بخش بعدی که میریم سراغش طبق معمول بخش دوربینه جایی که سنسور لنز اصلی 108 مگاپیکسله یه سنسور 8 مگاپیکسلی تلفوتو یه سنسور 16 مگاپیکسلی اولترا واید هم توی موتورولا اچ پلاس دیده میشه عکس تو حالت اصلی به صورت 28 مگاپیکسلی گرفته میشن اما اگر بخواید 108 مگاپیکسلی بگیرید باید تو تنظیمات دوربینش برید روی حالت 108 مگاپیکسلی عکس تو حالت 108 مگاپیکسلی دیتیل و شارپنس بهتری نسبت به 28 مگاپیکسلی دارن ولی اتفاق خیلی خارق‌العاده‌ای بینشون رقم نمیخوره عکس تو حالت اصلی شارپنس و دیتیل خوب نشون میدن ولی داینامیک رنجشون خیلی خوب نیست اما نکته ای که وجود داره اینه که به نظر من نسبت به S20 پلاس این گوشی یه مقدار عملکرد دوربینش ضعیف تره که من با این دوتا گوشی گرفتم به هم ثابت کرد که دوربین 108 مگاپیکسلی موتورولا H پلاس در برابر دوربین 12 مگاپیکسلی اس 20 پلاس چیزی برای گفتن داره ولی بهش نمیرسه عکساش یه مقدار ضعیفه شاید تو قد و قواره یه پرچمدار نباشه عکس تو حالت پورتره به خوبی ثبت میشه اما همچنان ایراد توی سوژه اصلی و بگران و تشخیصشون وجود داره بعضی موقع اتفاق میفته که اشتباه کنه عکس تو حالت شب هم میتونم بگم با توجه به سنسور بزرگ این گوشی عکسای خوبیه عکس تو حالت اولترا واید اما شارپنسشون و دیتیلشون یه مقدار از عکسای اصلی میاد پایینتر ولی خوبیش اینه که اوجاج زیاد به لبه های تصویر نمیده و به هم ریختش نمیکنه اما این گوشی یه سنسور 8 مگاپیکسلی تلفوتو داره که تا سه برابر زوم اپتیکال به آدم میده من تجربه ای که باهاش داشتم احساس میکنم که اون سه برابر زوم اپتیکال یه مقدار فیکه خوبه ها منتها خیلی خوب نیست کلا زو... تل... لنز های تلفوتو به نظرم اتفاق خیلی خارق ای نیستن آدم خوب نزدیک میشه به سوژه دیگه ولی عکس های تلفوتو هم عکس های قابل قبولی هن. مجموعا در مورد دوربین این گوشی میتونم بگم تو حالت میتونم بگم تو حالت عکاسی میتونید عکس های خوب و قابل قبولی متناسب با بازه قیمتی این ثبت بکنید اما به نظر من دوربین اسپیست پلاس عکسای یه مقدار بهتری نسبت به موتورولا اچ پلاس ثبت میکنه بریم سراغ دوربین سلفی جایی که یه سنسور 25 مگاپیکسلی توی پانچول اون بالا سمت چپ قرار گرفته. پانچوله خیلی ریزه ولی عکسای سلفی ربطی نداره پانچول چه ربطی به دوربین عکسای سلفی هم دیتیل خوبی داره هم شارپنس خوبی داره اما دقیقا مثل سنسور لنز اصلی و دوربینای اصلیش داینامیک رنجش تعریفی نیست از اون طرف هم اسپیست پلاس دوربین سلفیش 10 مگاپیکسله که اونم یه سری ایرادات تو سلفیش هست به خاطر همین میتونم بگم که سنسورهای سلفیشون تقریبا عملکرد مشابهی دارن و خیلی با هم دیگه فرق ندارن عکساش قابل قبول روبه خوبه ولی شاید تو بازه مثلا پرچم داره آدم توقع داشته باشه که سلفی های خیلی خفنی ببینه که خیلی خفن نیستن ولی خوبن سلفی های گوشی هم یعنی موتور پلاس هم واقعا میتونه قابل قبول باشه و تایید داینامیک رنجش هم نه داینامیک رنجش خوب نیست وارد بخش فیلم برداری که بشیم این گوشی قابلیت فیلم برداری 6K 4K 6K 8K 6K 30 فریم بر رو داره 6K بگم شاید بهتر باشه و کیفیت فیلم برداری تو اون حالت 6K یه مقدار اذیت کننده است شاید هنوز خیلی جا افتاده بیشتر از 4K چون ما بیشتر از 4K ها رو خیلی کم تو مانیتورا و تلویزیونا میتونیم ببینیم فیلم برداری تو حالت 4K هم 60 فریم بر ثانیه نداره و فقط 30 فریمه فیلم برداری فول اچ هم 60 داره هم 30 داره هم 120 که میتونم بگم عملکرد فیلم برداری واقعا خوبه فیلم برداری مگه عمل کرده کیفیت فیلم خوب خوبه استابلایزرش قابل قبول نوردهی و شارپنسی هم که ویدیوها دارن خیلی خوبه و داینامیک رنجش برخلاف حالت عکاسی یه مقدار تو فیلم مردری بهتر میشه مجموعا در مورد فیلم مردری و مقایسش با اسپیست پلاس هم میتونم بگم که دوتا رقیب پایا پای با هم دیگن اسپیست پلاس میتونه 8K بگیره این میتونه 6K بگیره و این میتونه یه تنهی باشه که موتورولا داره به سامسونگ میزنه که ببین من هم 6K دارم همین الان با یه مهدی شجری دیگه طرفید موام کوتاه کردم تو تدویم فهمیدم که در مورد یکی از خفن ترین قابلیت های این گوشی یادم رفته بود که تو ویدیو اصلی صحبت بکنم اومدم که بهش بپردازم این گوشی یه لنز 16 مگاپیکسلی اولترا واید داره که باهاش عکس های ماکرو هم میتونید بگیرید تمام تصورتون از عکس های ماکرو تو هر گوشی دیگه ای رو بذارید زمین فقط موتور لایج پلاس رو بچسبید اکس های ماکروش فوقلاده خفنه فوقلاده خفنه یعنی حد نداره نمونه تصویراش رو میذارم رویایی خفنه تصویر برداری یه پارتش میشه عکس یه پارتش میشه فیلم عکساش که فوقلاده است فیلماش فوقلاده تر قابلیت تنظیم فکوس دستی توالت ماکرو بعد تو نور کم یه فیلم و عکسای های ماکروی میگیره که اصلا دیوانه کننده خوبه چجوری من یادم رفته و تو ویدیو اصلی رو بگم؟ اصلا تمام لنزای ماکروی که تو همه گوشی ها بودن تا قبل از موتورولا پلاس سوء تفاهم بودن یه چیزایی ماکرو میتونید با این گوشی بگیرید که قوقای ستارگانه بعد فکر بکنی که الان خیلی تعریف دارم میکنم ولی فقط کافیه دو تا دونه عکس ماکرو با این گوشی بگیری بخش بعدی که میریم سراغش یکی از بهترین و خفن‌ترین بخش بخشای این گوشیه بخش سخت افزار جایی که اسنپ دراگون 865 توی این گوشی هست به همراه 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت حافظه داخلی که باعث میشه همه اینا عمل کرد و سرعت کارا به شدت خوب باشه کار کردن بازی کردن به خوبی و خیلی روون اجرا میشه تو این گوشی و میتونم بگم که یکی از بهترین گوشی از نظر سخت افزار همین موتورولا اچ پلاسه اینو میبینی صدای میلرزه اکثر گوشی هایی که استابلایزر دارن لنزشون و سنسورهای بزرگی دارن این اتفاق توشون میفته وقتی برید تو حالت فیلم برداری که این دوربینش رو که باز بکنید وقتی این استابلایزر شروع به کار کردن میکنه دیگه نمیلرزه داشتیم در مورد بخش سخت افزار میگفتیم میتونم بگم یکی از بهترین تجربه های کاربری من با گوشه کلا روی بخش سخت افزار با همین موتورولا اچ پلاس بوده اما اما نکته داره نکتهش برمیگرده به رابط کاربری اندروید وان که روی این گوشی هست اندروید وان یه نسخه سبک از اندرویده که باعث میشه کارا روونتر هم اجرا بشه موتورولا این اندروید وانه رو میاد یه سری اضافه میکنه بهش قابلیت های جذابی که میتونید اضافه بکنید که دیگه از اون خامه خامه اندروید بیاد بیرون قابلیت مثل همین این که وقتی تکونش میدی میاد تو دوربین وقتی اینجوری تکونش بدی دوربین رو میبنده سلفی میکنه و مثلا این این اجش یه دونه بخش اینجا داره یعنی یه دکمه مجازی روی اجش وجود داره که میتونید مثلا با سویپ داون کردنش نوتیفیکیشن بار رو بیارید پایین دوبار بزنید مثلا اجش خاموش بشه میتونید کات روی این اجش تعریف بکنید یه خیلی شخصی سازی توی اون اندروید وانه اتفاق افتاده که کار کردن با این گوشی و با اون سیستم سخت افزاری قوی واقعا روون و لذت بخش میکنه یکی دیگه از جاهایی که من خیلی حال کردم باهاش اینه که این گوشی حالت گیم مود داره که وقتی میخوایم بازی بکنید با توجه به این اجپلاس پلاس بودنش دو تا تریگر مجازی بهتون میده که بازی کردن فوق العاده میشه توی گوشی گیمینگ مثل آروجیفون دو که بررسیشو کردم و اون یکی گیمینگ چی بود بررسی کردم و بلک شارکی که بررسی کردم این تریگرها بودن که خب توی آروجیفون فون ایر تیریگر بود توی رد, رد ماجیک نیست بابا اون بلک که توی بلک مکانیکال بود که توی این میاد رو تاچ اجش خیلی زیاده دو تا تریگر میاد اون بالا بازی کردن رو به شدت روون و رو جذاب میکنه شاید اولش خیلی عادت نداشته باشید که رو تاچ تریگر داشته باشید ولی خب همین قابلیت به نظر من که از بهترین قابلیتاییه که این گوشی داره نکته دیگه ای که وجود داره توی بخش رابط کاربری و سخت افزار اینه که اندروید ای وان همونطور که گفتم یه خیلی فیچر داره که میتونید توی این گوشی ازش استفاده بکنید و یه خیلی قابلیت های دیگه هم بقیه گوشی ها دارن که توی این نمیتونید ازش استفاده بکنید اما مجموعاً حس و تجربه کاربری تو بخش سخت افزار و نرم افزار واقعا خوب شده بخش آخری که میریم سراغش بخش عملکرد اسپیکره جایی که اسپیکر استریو داریم بریم برای پخش موزیک همیشگی این نصف صداس. این تای صدا صدا هم از اسپیکر پایین میاد هم از اسپیکر بالا که واسه یه گوشه پرچمدار واقعا خوبه ده ده ده. کیفیتش واقعا خوبه بلندیش خیلی خفن نیست ولی بلندی قابل قبولی داره خیلی صدای زیادی نداره ولی همون صدایی که داره رو به شدت با کیفیت خروجی میده به آدم اینم از اسپیکرش خیلی خب تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم حالا میرسیم به جنبندی جایی که موتورولا اچ پلاس الان که 16 هم یا 17 هم آبان 99 هستیم تو بازار حدود 21 تومن تا 22 تومن معامله میشه رقیب جدیش میشه اس پلاس که تو بخش های مختلف تو همین ویدیو مقایسه کردم و رقابت رو با هم دیگه دیدیم اما الان اگر بخوام جمع بندی بکنم به نظر من خوبیای این گوشی یک طراحی خاص و خوش دستشه واقعا این مستطیل بزرگ که دراز گوشی و راحت میتونید باهاش کار بکنید خیلی خوبه حس کار کردن با حالی داره متریال خوبی داره صفحه نمایشش به شدت با کیفیت شارژدهی شارژدهی خوبیه عملکرد دوربینش قابل قبول سخت افزار و پردازندهش فوق العاده است کیفیت صداش هم عالیه این تمام نکات مثبتش بود نکات منفی طراحیش یه مقدار خطریه توی بخش صفحه نمایش اینکه اون تیرگی ها از ویو روبرو داده میشه و دستتون بعضی موقعا میخوره به این اجه میتونه اذیت کننده باشه تو بخش باتری دیرشار شدنش نقطه منفیه تو بخش امنیت اینکه حسگر تشخیص چهره نداره منفیه تو بخش دوربین کاش یه مقدار عملکرد بهتر بود من به وجد نیومدم با دوربینش یعنی یه چیز کاملا معمولیه تو این بازه قیمتی تو بخش رابط کاربری و سخت افزار به نظر من ایرادی وجود نداره و خیلی خوبه و دیگه ایراد دیگه ای هم نیست اگر که قصد خرید گوشی پرچمدار یه مقدار خاص رو دارید و از اون طرف هم میخواید با اندروید وان کار بکنید به نظرم این گوشی میتونه انتخاب خوبی براتون باشه که چون تو تمام بخش ها میتونه شما رو ساپورت بکنه ولی خب اسپیست پلاس سامسونگ شاید مثلا به خاطر برندش شما وسوسه بشید که برید سامسونگ بخرید اما موتورولا اچ پلاس به نظرم چیزی کم نداره یه مقدار خاصه شاید یه مقدار خدماتش کمتر باشه قاب و گلس این چیزا براش البته گارانتی داره این گوشی گارانتی هوموتلکام داره ولی خب به نظرم میتونه رقیب خیلی خوبی برای اس 20 پلاس باشه که برمیگرده به سلیقه تو تمام بخشا هم که گفتم تمام نکاتی که مربوط به این دو تا گوشی بود امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین ممنونم از فروشگاه دارسو که این گوشی رو برای بررسی در اختیار من قرار داد اگر قصد خرید گوشی دارید حتما برید به سایتشون یه سری بزنید قیمتاشون رو مقایسه بکنید خوبه بررسی بکنید اگر دوست داشتید خرید کنید چی شد هنگ کرد میخوام دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین هر سوالی در مورد موتورولا اچ پلاس دارین توی کامنت ها بپرسین جواب میدم اگر تجربه کار کردن باهاش رو هم دارین بگین آ گفتم تجربه توی ردیت و توی اینترنت خیلی در مورد این هستش که این گوشی توی اون نسخه های اولیه‌ای که عرضه شده تو صفحه نمایشش مشکل داره که باعث میشه صفحه نمایش سبز بشه یا رنگش عوض بشه یا اتفاقای دیگه‌ای براش بیفته که مدتی که اینجا بود من باش بر نخوردم به همچی مشکلی به خاطر این بهش نپرداختم دیگه دیگه واقع دیگه 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 واقعا نکته‌ای نیست لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه من هر چی دارم از حمایت‌های شماست مرسی از همراهیتون